خدا عزیزم همیشه ما هیچ وقت ما کار نکردیم که کس ناراحت شود یا اگر که اشتباه هم کردیم خوب ببخشیم خیلی زیاد. گنگاور خود گفت نمی خانم خو من نمی خانم شما یک رقم بی توجه آدم یک قسم سبکرش خان مولم میشه چپ چپ کنیم برد وقت ما زایی میشه بخیزین بیه نخورم اینه نه من خواه امروز گفت میزن من دیگه نم میشینم مثال جنده برنامه ایتون پیش از یام که بیه سهر آرزو گفتی یه دیگه آرزو در برنامه باشه یا من میباشه میگه پی چی ما نداشت هم وطنای گل نازنینم سلام برسه انشاءالله در هر کجای که بینده برنامه ما هستین امروز صحتمند و تندرست باشید و امتو روزارم بخیر به خوبی سپری بکنین این کامرامن رویگان دفعه نمیفهم جون میگیره چی میگیره چه قدر کامرا از این پیش میاره نزدیک تصویر ما را میگیره بازا چه قد مقبول هم میگیره نزدیک یه تصویر گرفته شد آدم میگیره قمک مولو میشه نیسه چطور استی؟ والا خوب استیم شکر میگذره دیگه صبح میشه صبح شب میشه هم تکراری من اول بر خودت وصال جان سلام بعد از هم به دوستای عزیز و نازنینی که بیننده برنامه های ما هستن از دل خدا کنه که جور و صحت باشین دیگه ما وصال جان در خدمت شما هستیم شاید در دل شما نازنینا بگرده که خاله عزت جان و آرزو جان کجا هستن وصال جان برتون هی اونا دیگه قرار نیستم رو مکاف کنم شوخی کردم دوستای عزیز امروز خاله عزت جان رفته بود طرف لوگر دیگه رخصتی گرفته بود آمده نتانه زد دفتر و آرزو جان از زنگ زدیم قرار است که بخیر تا چند دقیقه دیگه بیایه دیگه امروز ما خواستیم که یک برنامه بگیریم آرزو را یکمک آزار بدیم چون همه ما سر یکی دیگه کمری مخفی گرفتیم نه سر جان دیگه گفتیم چی خوب است که آرزو جانم یک کمری مخفی بگیریم ببینیم صبر و طاقت حوصله شال دوستان اگر که میخوای صبر و طاقت حوصله آرزو را چی کنی خودت بسیار آدم بی حوصله هستی عصبی میشی اما قسم نیستم ما صادقانه بگویم سه سه بعض موضوعات که میشدم ناراحت میشم و پس دوباره خوب میشیم و کمری مخفی که سر ما گرفته شده بود گفتیم گناه از خودم بود که من نبودم نفهمیدم که کمره مخفی سه وقتی من خانه رفتم برای من گفتن به خاطر یکم کنار شدم گرچه من این جنبه شوخی آزار دادن خیلی زیاد دارم دیگه به هر ترتیب امروز میخوایم که اگه یادت باشه روزم در بین شما بود نه در جمع شما بود زیاد خوبش میگه خیلی سال جان آیسا کدروغ نمیگه آم پیزی جزا به چی که دیگه نه برش نشان میدیم پیزی جزا به چی کردیم دوستای عزیز شوخی کردم دیگه آرزو رو زنگ زدم میای بخیر مخصوصا یک رواجی که در بین ما هست کسی که تازه میای 100% باید سرش کمره مخفی بگیریم که نگیریم هیچ امکان نداره ما در اولا نگرفتیم گفتیم باش وصال جان یکمک که دلی عادت ما بلد شو یکمک که ما عادت کنم یک ذره بلند بلند ببریمش دیگه البته دوستا از این خاطر در اول برنامه ما آنونس دادیم گفتیم اینکه آرزو جان بیای باز ما نمیتونیم صحبت کنیم که شما هم در جریان باشید که این فقط شوخی است با گفتی خاله عزت جان بمبران نمو نکنیم و خیر باشه سر جان نمی کمری مخفی سر هر چی که سوژش باشه بازم بالاخره من کسایی که در راست از این قرار دارن یا در روی تصویر هستن اصلا نگان دوکا میخورن اما گپ نیست چون ای خدای نخواسته جنبه کدام منفی ندارم من فقط میخوایم به خاطر گزارش بدیم امروز شوخی بکنیم و خودم شاید هستی که هم چه کار امرو ما کرده بود دیگه هیچ فرق نمیکنه خدای نخواسته موضوع انتقام بازی چیزا نیست که دوستان نگن قصد نیست هیچ دپا نیست فقط موضوع دوستانه خورخوندگی همکاری است دلک شما جمع باشه دیگه ببین امرو ما یک جا ببینین که چی میشه میگن قرض نباید بونی قرض باید زود ادا شه سر زندگی اعتبار نیست گفتیم چی خوب است که قرضا رو زود خلاص کنیم خود که سر زون بگیریم که همش قرضا رو دیندار نمانیم سر ما منتظر خو میشیم الان دوستا رو بگو که چی قسم میلازار بدیم دوستا ما برنامه رو قسم ترتیب دادیم کمره مخفی ما متفاوتر است کمره در پیش روش است و بهش میگیم میگیم امروز یک برنامه کمنت خانی داریم دیگه در امون جریان برنامه باز یگان آزار میدیم یگان سغال مغال ما و سال کتش میتونیم ببینیم که چقدر تحمل کنیم شما هم دوستا بینیم آرزو جانم بخیر آمد دیگه ما در این پیشک تیتی نیستاد بودم چند دقیقا دیگه ما هم میاجل یک چند دقیقا میتو آوردم گفتم که بیای ما دیگه در جریان کمنت خانه هستیم پس از بخاطر زی خالی موندیم گفتیم از دو طرف که بگیریم یک اول که آزارش بدیم دیگه شما هم تو بیرنده باشین دیکارت که این سر جان؟ آه وصال جان یک
هموطن ما گفته افتاد از دن برنامه های خوبتان خیلی لذت بردیم. کاش به سال جان هم همراهتان می بود. ما گفتیم به خاطر از اینکه دیگه برنامه هم داریم گفتیم چه خوب است خیلی ما و سال جان یک سلام علیکی کردیم. خیلی خیلی خودتان یک سلام علیکی بگو باز من کامنت میخوانم فرق نمیکنه. سلام هموطنان عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال باشی، هر جای دنیا که هستین آرام جانتان جان دلتان بیغم باشه. خب دیگه سال جان و سال جان که خب برنامه را شروع کردن ما اومدم بخیر خیلی دیگه برنامه را دادم. پیش از اینکه سرجان کامنتار رو بخونه عزیز بگو چطور هستی چطور اومدی امیوار شکر... زیاد گرم شدنی؟ بله شکر خوب هستم. شما چطور هستین؟ فامیل هم اگه خوب هستین؟ سلامت سرجان تو چطور خوب هستین؟ شکر به خدا. فامیل هم اگه خوب هستین؟ پیشتر به سرجان گفت چطور هستی؟ گفتم شب صبح میشه صبح شب همه طور تکراری و خسته کن میگذره دیگه. آه یک ذره هوا هم گرم هستم تو یکی هوا گرم است یکی دمی چند روز خیلی رابندی شده. بله یکی آدم عدم رابندی از حال میره به خاطر که چک پوینت ها زیاد هستن. این من از بس فکرم نبود آرزوشون سلام علیکی کرد. آه سلام علیکی کرد همیشه کومنت ها رو میپنیم. آه دیگه خیلی من شروع کنم سال جان خواندن کومنت ها رو. خواهر ما زینب جان تاجزاده گفته حال عزت جان خواهر خونده ما البته زینب جان تاجزاده همیشه کومنت های بسیار خوب میتن. بله همیشه برای سحر جان و سال جان خال عزت جان یا ما ایش بهش فرق نمیکنه. آرزو جان یک دقیقه بیده خطه دیگه سبانمون نه خیر بریم پس گفته خال عزت جان قند نازنین سحر جان قند نازنین آرزو جان قند نازنین خوش بگذره برتان جایا که وصال جان قند نازنین و شیرین خالی است. واقعا دوستان در سفر که رفتیم جای وصال جان خالی بود. گفتم بریم کابل که پشت وصال جان قند دق شدیم. قسمه که وصال جان گفت خواهر ما زینب جان تاجزاده از خورخندای ماست. سلامت باشن که اینا در ایران زندگی میکنن. همیشه وقتیانی تو برنامه من پیدا نکردیم که خواهر عزیز ما زینب جان کومنت بر ما نکرده باشن. بسیار کومنتکار مقبول میتن و یک جان تشکر که من کومنتکار را میخوانم که اینا در سفر بوده و بعد از یه تو در برنامه کمیلی من فکر شما ناراحت شده بودید شان این دیگه وصال در خدمت شما هستم. من شما را خیلی دوست دارم و یک موضوع دیگه بود گفته بود چگونه میتونیم ما ارتباط برقرار کنیم. ان شاء الله بخیر یک برنامه حتما منتظر باش خواهر عزیزم. یک بار ارتباطی را پیدا میکنیم که دیگه وارم تو شخصی پیدا کنیم. بله وصال جان زینب جان تاجزاده گفته سحر جان رفیق ما همیشه کامنت های خوب جالب میته و چی به سحر جان چی به وصال جان چی به خاله جان یا آرزو جان من کامنت ها رو بخوانم باز تو از کلشم تشکر کسیس خوب است. باز یک کامنت خیلی جالب زینب جان گفته خاله عزت جان و سحر جان گفته زود برین کابل که گفته بیخی سیاه شدین. واقعا هم که در بامیان خیلی سیاه شدیم. دالی هم اثرات شما هم در یکان روز که خود داینه میبینم میگم که واقعا سیاه شدیم. خب دیگه همون جا هوای بامیان یک ذره خشک هم هست افتوشم سوزان هست با خاطر یک ذره کل ما سیاه شده بودیم. یک هموطن ما گفته افتا خاله عزت جان بسیار مقبول زیبا شدی نام خدا. خاله عزت جان همی لباسک های کلان کلان اگه میمشون بس خیلی نور میکشن. بله یا امو هموطن های عزیز ما گفته بودن چادر های کلان کلان که خاله عزت یک چادر کلان در بامیان پشیده بود بسیار یک برش نمود میداد. خب مالا من دیگه خیلی نمیخوارم که منتاره چرا؟ خب من نمیخوارم بسال خودت بخوان یا عرضو بخوان چرا؟ نه نمیخوارم تو کاش بگیم تو چی شده؟ چرا؟ نمیخوارم چی شده سر؟ نمیخوام دیگه اختر کارتو گفزه؟ نه نمیخوام حالا گنگاور خود گفزن نمیخوام نمیخوام خب من میخوام شما یک رقم بیتوجه آدم یک قسم سبکرش خانم آروم میشه چپ چپ کنیم بره؟ راست میم مثال بدون شوخی سر که بعضا مثال خیلی یک شوخی خورد برنامه سر خودت بد میخوره نیم سرمان بد میخوره من گم کو با خدا بخی امی ام گپ از پیش میره چی شده مشکل چیست تو بو گپ نه میگم گم کو ما خو میگم این برنامه نمیشینم بازم شلا میشین بیاین بشینین بیاین بشینین چی کنم که بشینم حالا بگو چی شده تو کات حالا شما گوش نمیکنین یا تو میگی تو روزو میگم ما کامنت میخوام شما با خدا بخی حالا خب بر ما کامنت ما به من گفته بود که پشت صندوق شما جوابش دادم خب من بیشتر گفتم یک دقیقه باشین که
کلش بخورم باز جواب بده. حالا آرزو به جگم زد. آرزو جانی نسک تو کاره میکنی کنم. نمی خانمیت نمی کنم صبر. 20 دفعه گفته مدمی دفتر من نمیشینم این برنامه. این نمی رقم میکنن عادتشان است. من چرا جنگ داری؟ خود تو هم نمی کنی. به سال خود تو هم به شوخی و رشخندیده گرفتی. آرزو از تو بدر. رشخندیده شما. شکستین فقط. بروزم در برنامه قسم کردیم. بعد از دیگه ای کارم. آرزو در چند برنامه است به خودم اون توجیشین در پنگ پای مام داخل میده پنگ پای خاله ایزا این امروز سرم خار پیدیم بیا جمع کن کم رو امره رو من برنامه سب نمی کنم اینجا بخیرش خندی ما اصلا ندارم بون کنی قدر در این سب در این وقت بخیز بیا در این تایم بیا که برنامه سب می کنم آخرا من تو کردی سر میگیری کدر برنامه دسته که تو راست میگه اول میگی که بگی سر کامنتار رو بخوان بسال تو انا در اول برنامه نگفتم گفتم که از دبای نگفتم داخل نشه خوشم نمیاد گفتم کامنتار رو میخوانم یک دفعه خوب که خلاص کردم باز جواب بده خدمت صبر نکنید بخیرش خندی سه روز ببینم تو در برنامه گندگی کردی خنک شد هر روز خندی خود تو طرف مشوره که یک گپ بزن حالا امی کردی سر اسنی خوشواره میکنه میگه گپ بزن او نمیگه که گپ دوانی گپ کس گپ بزن من موبایل مگم که من هیچ نمیخوانم کامنت ما ایت بخی گوش خال سر سر نه نمی کنم وسالی خو یک روز دو روز نیست بیخی خسته شدیم حالی مخ کدام آدم خورد نیستم که رشخندی گوی رقم سرمه شوه آرز بگو نه یکم چیز آف چرا چوب هستی؟ حالا چی بگویم؟ مایران مردم نمون ایران هر دو نوعی ما از خوب ببخشیم خیلی زیاد نه نه ببخشید نداره بار اول خانیز چندین برنامه مرکت کردیم نه سر گیریان بخیز به خدا بیخی ما که امیمی افسلیم بیخی خلاص شده عزیزتان خوب میفهمین مریض هستم و اندازه آخر جانم جور نیست میایم به خدا در برنامه میشینم چی ولگه این کدام روز گفته باشم من مریض هستم خوش خندان خدا میگیریم باش که برنامه سب شده باش که خیره همی ارزو رو تو آوردی از خوارخندیم از خوارخندیم از دیگه باز کار نمیده آلی سعیز که ارزو خوارخند آلی خواب وصال آلی تو رو من نمیگا خود چون مستقیم خود ارزو رو نمیگی میگه به در بود که دیوار بشنوه من دیوار شدیم بابا میگی که در بشنوه من میشه قسم دیگه وقت ما زایی میشه بخیزین بین آخره مینه نه من خواهیم روز گب میزن من دیگه نمیشینم مثال جان در برنامه تو پیش از اینم که بیا سحر آرزو گفتی که گفتی دیگه آرزو در برنامه باشه یا من میباشه میگه پی چی مانه داشت خود اگه گفتم چرا گفتم چی گفتی برای آرزو برای سحر پیش از برنامه میگه دیگه در برنامه خوریم برنامه از کالای زن نیستن اما دیگه در برنامه یک آرزو باشه من نمیشیم با خدا ما چیز نگفتیم این اینجا من اینه سحر من یک چیز گفتم شما با خدا از دل بگویم من سحر خیلی دوست دارم پیش از اینکه بیایی میگه دبین گپم گپ میزنه یا یک دفعه چوپ چوپ است باز یک دفعه گپ زنی یه گپ از دان میگیره نمیمونه کم گپ تا تکمیل کنی ای من هم میگم شما بگوین در میبین گپ یکی که داخل شوی امی سر تان در میبین گپ که داخل شوی یکی سر بب نمیخوره یک دفعه دو دفعه سه دفعه یک برنامه دو برنامه سه برنامه آدم چقدر حوصله کنه دیگه من حوصله ندارم خودت میفهمی مثال هیچ کس حوصله نداره سر ولی چطور شو خیر وقتی آرزو رو آورده بود سه میفهمون دیشه آرزو شده کس ما بفهمانو میشه آرزو خودش نمیفهمن او روزم در برنامه اینم تکده نی؟ یادتا نستم جان که کبرا نمریده تو چی خنده داری؟ بیخی نمان نیخو بیخی بر من دانش واز نیمانه در چیز بخیز نه که آرزو دوش کافی کچی تا خراب کردی؟ گیدیان نه که آرزو دم خیلی گپ عادی زود خیلی رسم من دیگه نمیشم سهر خود رو باشن اولای خاله عزیز داری جان مرسل جان بابا خدا عزیزه نمیشه من هیچ وقت من کار نکردیم که کس نراحت شوه یا اگر که اشتباه هنم کردیم خوب ببخشیم خیلی زیاد من سهر گفتیم چند بار گفتیم مثل خواهر مثل خیلی زیاد دوست دارم نپرش سنه خیلی هم روی من کمک شده چو باش چو باش بخیزر جان پکم رو ممریتا نکو گیریار بیشرم بیا بشین کمره مخفی میشین کمره مخفی نارزو جان خنده های گریه دار
سر ببخشید اگه خوشم. همون گفت که میگم خنده میکنم گریه یک چی آدم گریه میکنم یک چی میخنده. من خبر نداشتم خدایش. ما شما گفته برنامه کمون خانی سحر شروع کرد کمونتار. من گفتم ادمن دیگه برنامه کمون خانی اصلا نفهمیدم. اما تنهای عزیز ما زیادتر در کمونتار نشته کرده بودن که سحر تو همیشه گپ و رزو را یا قط میکنی یا نمیمونی گپ زدنی را. من فکر کردم که سرجان به خاطر امو زیاد ناراحت شده به این شده ناراحت شده. البته او رقم یک گپ است. یعنی من از سحر این رقم گفته یک چیز توقع نداشتم. خب بازم دیگه یک رقم یاد تمثیل یاد دارن. من خب والا من که به استعداد خود ما میبینم میگم بریم ما در فیلمای بالیوود سریالا کار کنیم. دیگه نم یک رقم معانی است که نمیشه. اما هموطنه ما همش کمنت میکنن میگن شما بسیار چون نقش خوب بازی میکنین جای شما میگه در چنل یوتیوب نیست که شما بیاین برنامه ساز کنین بریم در بالیوود کار کنین. ما یک رقم یافت چی کرده؟ تو میگن کت کو کت کو. ما گفتم راستی البته برنامه خراب شده کت کردن یا جنگ شروع کردن بین خدا میزنه این فساد دیگه چی میگن؟ یا تو گفتی یا من برنامه خوش میارم من رو بیخی جام کردم که بچه وقتی کم بزنه خنده ما خو خیلی کنترل کردم. بازم بسیار 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 زیاد از آرزو جان معذرت میخوایم. دیگه آرزو جان از دوستای خیلی خوب از قسم که وصال جان گفت ما آرزو جان آوردم. در برنامه قبل هم یاد کردیم بعضی از دوستا فکر میکردن که یعنی شاید من امرو آرزو جان بخیلی کنم یا خود از این بالا بگیرم. هیچ اصلا نگم نیست. هیچ کدام ما از دیگه بکردن نه پایانی داریم و نه برتری داریم. هم ما شما مسلمان هستیم انسان هستیم. این نجات یک واژه بی‌معنا است. هم انسان هستیم کافیست که ما انسان هستیم. دیگه بازم ببخشی آرزو جان بسیار عفو میخوایم. دیگه خیر از بعد این خوب شد که نه برام دیگه ما نه دیگه تو ما یه شیشم گفتم باشه وسط یه بگیریم دو نفره دیگه بسیار میبخشی. ما واقعا بخی واقعی از فکر کرد خود چطور است روزی هست نیست که پیسای آجی سای بچی کردی سهر اگه تو باش کن پیسای آجی سای چی بگم بسار جان دیگه آل خیال جیسای خود رو غمی چی کردی پیسا را دیگه خدا کنه آزرده نشی و سهر جان آرزو جان یک دختر است در دل معلوم میشه که تو کی دل نیستم و ناراحت هم نمیشه. امی از قلب مهربان شسته از خوبی خودش هسته که بسیار زود عشق شمد ناراحت شد. دیگه بازم معذرت میخواییم خیر است یک چند نفر ما جگر تخون کنیم. خوش شکر که راستی نبود اگر سر بود دیگه چی میشه بخدا اینه دوستا باشین که مازم یاد گردن تان بستم ادا پیش سانه همه تو رستم نه بیدن شو این کامش هستم مثلا راست بگو بخدا باور میکنه همیشه آزار دان میدم آزارای میشرمونید مثلا شوخی همون خندایی که شما را میدم نه نه خدا نکنه خدا نیچ کس را شرمونه واقعا که سرجان همیش ما در هر برنامه یاد کریم سرجان یک دختر تو گل از گل موره است من خوشحالم خیلی دوستش دارم حالا به جمع کار دو جوانم هم یک دختر خوشقل مهربان شخصا من خیلی دوستش دارم و دوست دارم امروی ما باشه امروی ما کار بکنه امروی ما موفق شد و بیشتر پیشرفت بکنه. دیگه بازم زیاد قگونه و کلام نبود که زیاد مسرد بخواهم آرزو بس کنم قیمه زیاد بسار یک عادت که ما عین عادت آرزو رو دارم زود من رو گیریم میرم یک کسی که سرم گفت بزنم همیشه که دیدم خودم یاد با من یک رقم شدم که بسیار زیاد یعنی بیچاره یک رقم مظلومانه باید نمی باشم در برنامه تون بایی کام یک رقم باز کده رویت موبایل مانده خواهد کنه برا دیگه و سهر در اول یاد تست که کومنت که خلاص کردی گفتم تشکری کردم گفتی بان مشم کومنت بخوانم چی بخوانم آرزو بسیار تو محترمانه که بخواه خیر کومنت بخوانم دیگه اگر جای ازی مثلا یک نفر دیگه می بود خب چی فرق میکنه برنامه است تمام گپ میزنم نه یک چیز میگم هم واقعا که آرزو جان دختر بسیار خوب است خدا کنه سر ما نه باشی که تو ما رو سر ما قبلی مخنی اگر تا باشی خبر خونه هیچ من خبر نداشتم بیخی چند نفر گفتن کت کو کت کو دیگه ما چه خبر که شما کنم بسر مردی دیگه چقدر دو جانتان هست بیخی از در اتاق برای من پشتی رو بیخی فکر کنند که هیچ کم هم را داره سارا بسیار دیگه اما تو چی میگه گفتی به سال جان در جانزن هستی اول خودت نبودی آرزو جان ما انانس دادیم باز مسکی که دیدم خودت آمدی باز دیگه همه یک چند تا کمنتار از روز داور دیم سال جان این کمنتار همه خانم همه که برمه بخ میشه کمنت هم این از بامیان بود دیگه نه یافتم چون عجله بود دیگه خدا کنن که آرزو جان خفه نشید آل دیگه خوش شد و پس تحقیقت نبود بله چون دوستی ما
هم تو پایدار بانا انشالله. راستیشم که وقتی که در برنامه سال جان سهر جان نمیشم از بسیار خفه میشم، جایشان خالی میباشه و بسیار من یک دل نازک دارم. یک نفری یک چیز سر سوزن مرا بگویه من خلاص هستم دیگه، در اون قرار دیگه من هم جگرخون میشم دیگه، هم خیلی زود گریه هم میگیره مرا. خیلی سارزو جان دیگه در بین خوارخونده و دوستای گپا میشه در ازی که ما شما همکار هستیم خوارخونده هستیم دیگه، خودم بازم بخشش باشن. اما گناه ما نبود، یعنی گناه کس که دینی پشت کمره است خودت میفهمی که هر برنامه را سر ما دیگه سر میکنن. بله. دیگه اگه گفتیم خیره بیا که آزار آرزو خودش آزار ما داده بود یک دفعه که آزار شدیم دیگه گپ نیست و سایی زیر آرزو جانم از ما ناراحت نیست چی فرق میکنه دیگه، منتظر باشی یک روز اینمو تو اقص هر منده اقص هر میدیم نه ما ولی کل چالای طرف ها میدیم نه اگه تو ایت هر طریق سرم برن میفهم ایچ امکان ندار دیگه. باز ایت ساعت کمری مخفی گرفتیم ما باز دمون بلک ایت ساعت کمری مخفی گرفتیم ما خود در نظر خود شیار شدیم دیگه کلامخت اگر تو گم شم هم میفهم باز امروز ایچ اصلا نفهمیدم. مثل که قبلا ما دیگه چنل دیگه که کار میکردم باز همیشه میگفتن که من میدادم میفتن سهر جان فکر باشه هر وقت که دکنه بطاق تنها خواستنت بفهم که سرت کمره مخفی است، یعنی آزارت که دادن دیده که دو نفر سه نفر دیگه جای جمع شدن چرا میخواد گفته آرزو جان می قیتیات میکردم خدای شار شار میفتم. ولی بازم در روز سالگری مثال جان زنگ زد که بیا خاله ازده سکته قلبی کردن ایفم خاله ازده رو موتر زده چیز چی بسیار من ترسان واقعا دیگه هست. بله چی ساس داری؟ اول زیاد جگر خون شدم گفتم که دیگه اصلا برنامه نمیم سحر که خوش نیست من که سحر، یعنی از اول اون بوده خب ما اومدیم البته دوای نزی خلا ایجاد کردیم چی رقب بان سحر جان باشه یا سال جان خلا از جان همیشه جمع باشن اگر که مشکل ما هستم خیر از فرق نمی کنم من دیگه نمی باشم. ما خب پیر شده میریم آرزو جان دیگه ما و سحر نوبت شما دیگه نسل شما است ما خود دوستای از ما خلاص جوانی بود شوق بود حوصله بود صبر شاید اون قدرم سن داشتم از سر جان خبر دارم سن نداره و قدر و از سال جانم خبر دارم دیگه و خبر سن شده نداره. آرزو جان آله پیراک هستن سر جوان ها رو میخورن ولی جوان ها کس دونم جوانی پیر میشن دیگه خلاص مریضی خیلی زیاد شده چرا که هر چقدر که میان سهولت زیاد شده انسان تنبل شده میره و نمقدر مریضی و اینا زیاد میشه در سابق اصلا در دوران های ما شما ما میشناختیم درد و اینا توری چیزا نبود یک 40 سال پیش دوستا چی گپا نبود تندور بود گپا بود دیگه حاله که ببینید نان از نانوایی میارن هنوزم هر کس میگه پای درد هستم کمر درد هستم و چقدر سهولت شده بسیار کم از کادم پیاده روی بکنه بله. میگه موتر بالا میشی یا در کاستر بالا میشی نی آرزو جان بله. بسیار کم از کادم بخواه پیاده روی کنه و اگه بگوی برو از فلانه جد تا فلانه جو میگه چه حاصلش نیست باش که یک موترک بگیرم باش که یک تکسی بگیرم اگر نیمو پیاده روی خودش یک ورزش ورزش هست بله. اما قدر که ارچ قصولت زیاد چه درف مرز زیاد چه درف یعنی کس ورزش نمیکنن وقتا که بود گفته سحر جان آدم کار میکرد یا خانه را جورو میکرد که دست خود بود ورزش بود خودش آل جوری برقی برامده کالا را دست خود میشته و آل ماشین برامده اصلا یعنی نه خود آدم ورزش میکنن نه سولت است آدم کار میکنن یعنی فایت ها خیلی کم شده بله. گفتم یک وقت آرد ما و سال یادم میای آسیا میکردیم بله. آرد آسیا میکردیم وزور ایلک بکن بزدکن دو برخالی کن و دیگه باز خمید میکردیم باز در یک روز مکمل دیگه ما وزی می رفتیم هم زمین کشت کار میکنیم هم نان بخواه میکنیم خیلی بگوین برای ما شما از کدام قرن هستیم بله 30 سال پیش مثلا من به سال 20 ساله بودیم آله بله نمی فهم دیگه او دوران ها کهی مکتب بود با شما کهی خواهیم تاریخ های و از یاد ما رفتم هاش میکنم تاریخ ها بود بعد ترتیب دوستای از سر خواهی میکنه اما این فقط فعلا در برنامه شوخی میکنه دگان دکان ها چیزا که میریم باز اگر دکاندار یک قیمت بده او بیا در میگه من خودم 3 سال 4 سال دکانداری کردم شاگردی کردم و به جان ما میزنیم که بس چیزی چقدر است چقدر دیگه دکانداری کردم چه چه دای موتورای رم که بریم باز استاد رو میگه استاد مدام ایلن یک 3 سال 4 سال موتورای کردم روز ما هم استاد جان خرید رفتیم اما تو یعنی واقعا خدا انصاف بده بعضی از همتای ما را خیلی یعنی یک نرخای میگن که بسیار بلند بلند در حالی که میبینی تو از نرخ ازو خبر داری بله بعد چیزا خوشم اومد خیلی نرخاش بلند گفتن دیگه مثلا چون بود من خودم 30 سال
دکانداری کردیم. در کجا دکانداری کردیم؟ پنجابیر. ما از پاکستان میریم. من خودم به اسلام آباد دکان داشتم. دکاندار بیچاره جا مانده بود. او قرارم نبود سهر یک چیز خواب کرده بود میخواد، قرارم نبود تو را بود یک طرف سهر که دوری که پارا میده بیا بودی گوش که زیاد کرد جر چی نکرد بایوزی نکرد جر بس نکرد بیا گفتم شیره بیا بیا گرفت سهر پیسه خدا داد تمو لباس را گرد خواب کرده بود تمو را گرفت دیگه یعنی گفت مادا جان سهر دادانم یک در میسیتا دکانداری کرده بیخی دکاندار را بگیر کردم دوست بله جگره اینه از پیغمبر ماست آدم هر چقدر پیسه دار باشه بازم خوشش میاد که یعنی چینه بزنه بس چینه زدن ثواب هم دارم. آرزو خود چطور هستی وقتی میری یک چیز خرید میکنی یا چیزی که دکاندار بگویه یک پنجار پس هدر پا تا بالا میشه یا نه زیادتر خود پایین میگیری؟ آه من یک ذره چنه میزنم قدر زیاد نه دیگم کم اتوم دیگه میفهمی چی میکنم؟ یکی خود نصف است یکی باز از نصف نصف شد مثال اگه یک چیز بگوی صد رو پا میگه سی رو پا نهیم دکاندار بیخی ایران میمه یاری چی مثال یعنی چی میگه اگه او چی صد رو پا مثال دکاندار به صد رو پا این مثال میشه در سی رو پا بخره اون رو تو یعنی مثالش گفتم بسیار از نصف هم نصف یک کمال سر جان یه گپ است خو آرزو جان سر جان دوستایی که بینین دستم میفهمن از سابق که بود قدر زیاد چنه نمیزیم چون واقعا که سر بعض از برادرای دکاندار ما بد نخوره قدر زیاد ده جان این وطندارا نمیزدن یعنی که قیمتا رو بسیار بالا میزدن اگه زیاد فایده میگرفتن یک صد رو پا دو صد رو پا اما شما فکر کنین ما یک چیز میرم در یک جا میبینیم فکر کنین یک هزار است هم بار به خدا که جای دیگه میرم اونم میبینی که دو نیم هزار سه هزار پا من خودم بار بار وقتی میفهمی که نمی قیمتش دونم اونجا یک هزار است او رو او سه هزار میگه تا آخرش دو نیم هزار تخیی سر خود ظلم نیست چی است این جنسیت این چیزه دیگه به اون خاطر ما یکم که جگره میکنم من تو گگان فمرای سرجان میریم خرید با سر و مقدر عادت نداره سی جگره بکنه خوب است میکنه جگره خودم ما زیاد نمیکنه چون من بعد جا میگم تو قیمتاش برای مول میباشه سر میگم تو چه باش تو چیز نگو به خاطر از اون مدونی می وای بازم روی دکاندار جور میام بای بازی میکنم میگیریم از پیشا باز در صورت کار زو جان آدم بفهمه که نمی تو شرطان از دکاندار قیمت میده اون دیگه بوت آدم جگره کنه پس این خانه اما باز در بعض حالت ها که میفهم یک چیز همون تو ارزش شست در همه جای رو قیمت ثابت هست نم دومون صورت باز جگره باز کاکی ما کی هست خاله ازده هم مثال یک چیز اگه میگه میگه نه قمه خواهد اما قصه دکانه کن رفتیم یک لباس خوشم آمده بود خو ما گفتیم یک هزار دکاندار میفت نه سیزده ست یا چارده ست گفت آخرش چارده ست میتونم خو ما گفتیم نه ما میفهمیدیم کوره یعنی ما رو پس صدا میکردم یک هزار میده یک دفعه خاله از صدا میکنه برو و دوازده صد بوده بچه ها جانه که ریزه هم پلاستیک میگره فرو در یک هزار میگره بندازه در یک هزار خاله از ده دورم جد دو صد ماه دوانی سا او اگر این در بین پلاستیک لباس هم بداخل دیگه خاله از ده گفت بتی بیاد درمون رو برش دوازده صد بوده دیگه بزرگ که از ده باش چیز نگه دیگه سرجان خیلی دختر با احترام از بوده بس هم اونجا واقعا این صدای شده کشید باز در خاله از ده سهر رو متوجه شده من گفتم دکاندار گفت یک هزار میدید خاله ازه دوازده ست که خیر خدای سر هیچ کپ نیست بخیر استفادهش بکنی فکر کنم تا این برنامه پورا شده سهر هم میگه شما خدا فیزی کنید دیگه این برنامه که کت شد خود دیگه یک دفعه برو تجانب ما میریم ده اتاق تو میفهمی کردی سر میفهمه اونم اون چو چی نه خب برنامه بود فرق نمیکنم ببخشیدم نه بخش لطفا لطفا لیا کسی هست که برای بریزن من نمی بخشم عزیزای دلت شکر خدا کنه که شما خفه نشده باشین در قسمه که دیدین به خدا ما خودمون خیلی ناراحت شدیم در پرسن خیلی مزد وای کردیم از آرزو جان دیگه خوب است که منجر به کدام قتل و یا زخم شده نشد بخیر سپری شد تشکر از که تا ایدم بینیدید برنامه ما بودین فراموش نکنید که منتظر کمنت های زیبایتان هستیم همچنان وقت خوب و خوش داشته باشین خدا نگهدار خب عماتنای عزیز امید که از برنامه کمری مخفی ما لذت برده باشین تا دیدار بعد خدا حافظتم از دوستای عزیزی که قصد زیاد داریم که سال ده بزنیم بعد از این هم سال بستارات دیدیم در کومنت ها میتونه که سالان رو شکرین هر چی گفتیم چون نظر از پروفیسر ما بود دیگه بعد تردیم تو کنمازی جدی خاص نبود که دوستای ما ناراحت چرم خدا شکر بارتو جانم ناراحت نشده یک جهان سپاس از اینکه با ما امراه بودید منتظر نظریات خوب شما هستیم شما هر قسم برنامه هایی که دوست داریم میشه که در کومنت ها بر ما بگوییم که ما چی دونه برنامه رو به شما بسازیم تا خوش شما بیه شما حمایت کنیم رو بیدیم رو باشیم دیگه باش که سرم شخص شد خدا حافظ